فیلم سینمایی آتابای رو ببینیم یا نه توی این برنامه هم نمودش حرف بزنم همینا رو میگم ببینیم بدون اسپویل ولی دلایلم رو براتون توضیح میدم من فیلم خیلی دوست داشتم آدم از اون سلام منصوری هستم توی این ویدیو در مورد فیلم سینما آتابای صحبت میکنم نویسنده هادی حجازی فر کارگردان نیکی کرین این ویدیو بدون اسپویله یعنی قصه فیلم آتابای رو لو نمیده پس اگه فیلم رو ندیدید هم بدون نگران این ویدیو رو ببینید اگر فیلم رو دیدید که این ویدیو براتون خیلی جذاب تر خواهد بود یه سری خاطر بازی با بعضی از این سکانس ها و که دوستشون داشتم خواهیم داشت اگر هم فیلم رو ندیدید اینا رو به خاطر بسپرید برای اینکه تو سینما وقتی دیدیدشون دیدش شاید لذت بیشتری ببرید خلاصه داستان منتشر شده رسمی فیلم اینه آتابایی چهل ساله به همراه پدر و خواهرزادش در روستای پیرکندی اگه اشتباه نکنم که مال خویه زندگی میکنن او سالها پیش دانشجوی معماری دانشگاه هنرهای زیبای تهران بوده و یک سال مانده به فارغ و تحصیلی به علت مشکلات روحی ناشی از عشق نافرجان به هم دانشگاهیش ترک تحصیل کرده و به زادگاه خودش برگشته این خلاصه داستانیه که اگه بدونیدش برید بالاخره آماده رفتیم برای تماشای فیلم اولین مواجهه آدم با یک فیلمی احتمالا پستر فیلمه روی بیلبورد دیده بودمش تو خود سینما دیدمش واقعا دوست داشتم از نظرم پستر خوبی نیست سه تا شخصیت اصلی قصه رو گذاشتن تو پستر و هر کدوم به نسبت حالات روحی که در فیلم داره فیگوری برای خودش داره مثل همه پسترهای معمولی که همیشه دیدیم اصلا منو جذب نکرد و اگه تعاریف آدم ها رو آدم هایی که سلیقه سینماییشون رو قبول دارم در مورد فیلم دیدم شاید نمیرفتم ببینمش اما نکته اینه که وقتی پوستر بین المللی فیلم رو دیدم یه پوستر بین المللی هم براش تحرایی کردن دیدن چقدر اینا میتونستن پوستر خوب طراحی بکنن و این کار نکردن البته علتشو میدونم حالا این پوستر بنومالیه چرا خوبه چون هم از نظر بصری خیلی زیباست هم از نظر محتوایی و معنایی خیلی همراستاست با قصه فیلم احتمال خیلی زیاد برای پوستر ایرانیش خواستن از ستاره ها استفاده کنن برای فروش بیشتر و پوستر بنانالش اونها براشون اهمیت نداره کی بازی کرده خیلی شناختی ندارن نسبت به ستاره های فیلم از اون قاب زیبا بهره بردن می شود از ستاره استفاده کرد اما پوستر بهتری هم طراحی کرد خیلی پوستر مهمه گفتم در مورد حرف بزنم مثلا دوستان یه برنامه مجزا در مورد مقوله تبلیغات برای فیلم های سینمایی حرف بزنم امیدوارم بشه بذار اول دو تصاویرش بگم تا بعد برم سراغ هادی اجازی فرد تو اون بخشش برام خیلی مهمه تصاویر فیلم واقعا حقشونه که روی پرده عریض سینما دیده بشن خیلی خوشحالم که توی سینما دیدمشون هر کدوم یک عکس متحرک و یک نقاشی زیباست خیلی خوشحالم که توی سینما دیدمش و تقلیل ندادم انتظارم رو برای اینکه توی مانیتورهای خانگی فیلم رو تماشا بکنم چیز مهمی رو از دست میدادم. <applause> نویسنده ای فیلم هدیه حجازی فره که من خودش رو خیلی دوست دارم نقش رو خیلی دوست دارم چیزی که برام اهمیت داره در فیلم نامه اینه که این فیلم متنش سینما از روی سینما نیست سینما از روی زندگیه یعنی چی؟ بعضی از فیلم ها سینما از روی سینما هن. یعنی فیلمساز و نویسنده از تماشای فیلم های زیادی که داشتن از روی کارگردان های مورد علاقه شون از روی نویسنده های مورد علاقه شون یه اثری رو خلق میکنن که در بهترین حالت میشه یک کپی خوب اون اثر سینما از روی سینما ولی سینما از روی زندگی یعنی تو یک چیزی رو لمس کردی، درک کردی، فهم کردی، زندگی کردی اون رو در قالب یک فیلم سینمایی یا سریال یا هر چی، یه نقاشی، یه داستان، یه رمان ارائه میکنی. این میشه هنر از روی زندگی این میشه سینما از روی زندگی دقیقا چیزی که من از متن هادی حجازی فر دریافت میکنم یه فیلم نامه از روی زندگی تمام ایار چرا؟ نمیشه کسی چنین دیالوگهایی بنویسه برای کارکتر کارکتر آتابای اگر چیز مهم و بزرگی از اون شخصیت رو درون خودش نداشته و تجربهش نکرده باشه شخصیت پردازی آتابای ویژه است آتابای حامل یک نفرت یک خشم و یک درگیری درونیه انقدر زیبا و ظریف این رو در قالب دیالوگ و مونولوگ مونولوگ همونهایی که تو ذهنش داره میگه و ما میشنویمشون تبدیل به فیلم نامه کرده و انقدر دکوپاج خوبی هم داره اتفاقا از غذا این سکانس ها که با پوست و گوشت و استخون حسش کردم اولا که من یه مقداری از این خشم رو در وجود خودم داشتم خاطر همینه که خیلی خوب درکش میکنم که کشتمش در خودم حداقل 90 درصدش کشتم چون حق ندارم چرخه خشونت رو نگه دارم و حفظ کنم کاری ندارم میخوام بگم میفهممش اون خشمو میفهممش درکش میکنم ولی بهش حق نمیدم من این شکل آدم ها رو میگم هم یه خود از خودم دارم هم اطرافم دیدم به خاطر همین میدونم چه ظرافتی به خرج داده برای شخصیت پردازی آتابای حادی حجازی فر وقتی میگه تو این سکانس میبینید دیگه وقتی میگه تو ذهنش الان باید بغلش کنم ولی نمیکنم میرم سیگارم و میارم در درجه اعلا این نجواهای درونی چنین آدمهایی رو داره به تصویر میکشه اینها آدمهایی هستند که درگیرن با خودشون از درون و از خودشونم خشم گیرن یه کاری میکنن به یکی میتوپن و کار... ب... ب... به شدت پشیمون میشن و دوست دارن که جبرانش بکنن چون میشناسم میفهمم این سینما از روی زندگیه نه از روی ادا سوالی مطرح میشه زبان رسمی کشور ایران پارسی است این چه مدل فیلمسازی است که در کشور ایران مخاطب ایرانی باید فیلم ایرانی رو با زیرنویس پارسی ببینن خب معلومه چرا چون در اون جغرافیا آدم ها ترکی حرف میزنن این یک فیلم رئاله و وقتی ترکی حرف میزنن جذابتره، باورپذیرتره، رئالتر خیلی جوابی ساده است افکار فاشیستی امثال افکار شما در یکی از دوستای آتابای تو دانشگاه رو میتونی بازی کنی اطفاقا هجازی خیلی خوب داره توضیح میده میگه این پرسش تو تفرقه اندازه نجات پرستان است ولی فیلم اصلا جدای طلب نیست حرفش هم جدای طلبانه نیست و خیلی من قبول دارم حالا دیگه قضاوت باشو اینو بدونید که فیلم به زبان آذریه و با زیرنویس فارسی پخش میشه خب همین هم خیلی هواشی زیادی داشت مثل اون کنفرانس خبری به نظر من باید به همین زبان آذری می بود و با زیرنویس فارسی رو من خیلی راحت دیدم هم من خیلی راحت فیلمی که زیرنویس فارسی داره می بینم. خاطر اینکه عادت دارن فیلم های زبان اصلی ببینن با زیرنویس فارسی اما حرکت باحالی بود اگه برای آدم های مسنی که نمیتونن زیرنویس بخونن یا کسایی که بیناییشون یه مقداری ضعیفتره نمیتونن زیرنویس بخونن یا کسایی که اصولا به هر دلیلی سازگار نیستن با زیرنویس خوندن نسخه دوبله هم ارائه میشد با توی اکران محدودتری اونا بتونن برن دوبله فارسی ببینن مثلا ولی به طور کلی با اینکه زبان فیلم آذریه من فکر خیلی انتخاب هوشمندانه و درستیه دم شخصیت پردازی ادامه بدیم میگه جوری با آدما لطف کن که متوجه بشن این لطفه وظیفه‌شون نیست همین جمله که از پسش یه کمدی شکل میگیره و موتیفش میکنه دنباله دارش میکنه باز جای دیگه ازش استفاده میکنه و خنده میگیره یکی دیگه از مهمترین دیالوگ هایی است که به شخصیت پردازی آتابای کمک کرده گفتیم کمدی اصلا در دل همین تلخی و غمی که مستطره در فیلم قصه این شوخی هایی که شکل می گیرن این جوک هایی که به نتیجه میرسه و خنده میگیره در سالن سینما خیلی قابل توجهه این رو باید که از ویژگی های مهم فیلم آتا بایدون است بازیگری ها واقعا همه خوبه این چیزی که داریم میبینیم خیلی زیبا اون کسایی که نمیشناسیم هم دارن خیلی خوب بازی میکنن ولی هادی جازیفر ویژه است وقتی داشتم فیلم میدم این حس رو در من قوی تر کرد که سینمای ایران یک حادی حجازی فر واقعا کم داشت و این نوع نگاه این اکت این لحن و بیان حالا حالا ها برای سینمای ما میتونه کار بکنه میدونم که علاقش به فیلمسازی سازیه پنج سال پیش باش مصاحبه کردم گفته من دوست دارم فیلم بسازم امیدوارم که سینما رو از حادی حجازی بازیگر محروم نکنه آتابای فیلمی درباره حسرت نفرت عشق و از دست دادنه یکی از بهترین نفرت های سینمای ایران رو ارائه میکنه انقدر خوب این نفرت درون وجود این آدم رو پرداخت کرده که واقعا توی خاطره سینمایی من تبدیل به یک اثر متفاوت و چشمک خواهد شد و یه چیز دیگه که وجود داره و خوشحالم بابتش فیلم خیلی دستش باز بود و خیلی از تیق سانسور گریخته بود واقعا دیالوگ هایی میگفتن که ما هیچ سابقه نداشته توی سینمای ایران بعد از انقلاب بشنویمشون سریال هامون فیلم های سینماییمون مثل ماجرای سرطان سینه ای که شخصیت سیما داشت و باعث شده بود که یکی از سینه هاش رو ببرن دیالوگ هایی که بعد از اون آدم ها در مورد این قضیه گفتن من خوشحالم که ما میتونیم توی سینما به این سطح از رئالیسمی که در زندگی همه ما جریان داره برسیم بشنویم اطلاعات کسب بکنیم علممون بره بالاتر نگاهمون وسیع‌تر بشه اما چیزی که ممکن اطلاعات خوبی نداشته باشیم خود بیشتر بفهمیم ولی یکش برای همه فیلمسازها این اتفاق بیفته انگار یه سری قوانین ناشناخته داره سینما ایران مثلا چون به زبان آذریه حالا تو بگو دیگه <تصفح> به خدا یه سری قوانین ناشناخته داره ایران باور کنید تمام خشمم رو چون گفتم من خودم موظف میدونم چرخه خشونت رو متوقف کنم میذارم کنار خیلی خشمگین بودم دیشب توی سینما بابت این قضیه مثلا میگم منطقی صحبت بکنم ما نشسته بودیم داشتیم فیلمو نگاه میکردیم ردیف پشت سری اگر مثلا سی نفر داخلش نشسته بود هفت نفرش داشتن حرف میزدن حرف میزدن با هم دیگه نکنید این کارو واقعا کارتون خیلی زشته اگه نمیدونید اگه فرهنگ سینما رفتن ندارید اگه مطلع نیستید من دارم مطلعتون میکنم به عنوان یه کوچکتر به عنوان یه علاقه منده به سینما پیگیر سینما خیلی کارتون زشته دارید حق کسی رو که آمده یک فیلم رو ببینه هزینه کرده پایمال میکنه نباید حرف بزنید باید سکوت کنید اگه فیلم رو نفهمیدی حق نداری از بغل دستید بپرسی اون برای توضیح بده مگه اینکه انقدر آروم حرف بزنید که من صداتون رو نشنوم و یه کنارتون نشستم اگه از فیلم خوشت نیومده حق نداری حرف بزنی خدا شاهده دروغ نمیگم پشت سریم گوشیش زنگ خورد سایلند که نبود جواب داد بعد انگار اون ا... 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 یه فردی از اون خط اون کسی که زنگ زده بهش گفت اگه جایی هستی بعدا زنگ بزنم بعدش کن نه اوکی بگو آقا تو جایی هستی تو داخل سینمایی آروم باش تو تو سینمایی تو جایی هستی که اصلا گوشید باید سایلنت باشه جواب میدی و بهش نه بگو اوکیه ما داریم فیلم میبینیم فکر نکنید اون جایی که دیالوگ گفته نمیشه و در تصویر داره دیده میشه حق اینو دارید که حرف بزنید اونجا هم حق ندارید حرف بزنید اونجا هم من میخوام غرق فیلم بشم اونجا میخوام تصاویر تمرکز بکنم من نیومدم صدای شما رو خاطراتتون رو بشنم فیلم ببینم طولانی شد مسئولین سالن سینما موظفن تذکر بده حالا اگه این من یک نفر آگاه کرده وش من کار خدا کردم تو خدا حرف نزنید تأثیر نوری بیلگ جیلان کارگردان معروف و مطرح ترک رو در فیلم در دکوپاج فیلم آتابای احساس میکنه نوع قابندی ها و خود نوری بیلگ جیلان بدانید که تحت تاثیر عباس کیارستمی بوده من بگم که هم داستان تو الان دا داستان بیشتر حرف هم داستان رو دوست داشتم به نظرم داستان هم ساختار رو به نظرم داستان و فیلمنامه شاید بر اساس عادت بینندگان معمولی سینما و انتظاری که از یک فیلمنامه پر هیجان دارن نباشه اینو نمیگم که بگم مثلا کسی که دوست نداشته مشکل نه عادت دیگه ما یک سبک سینمایی رو دنبال میکنیم عادت میکنیم که خب هیجان بکنه نقطه عطف زیاد داشته باشه بهمون به تعلیق بده بهمون به استرس بده طبق اون قواعد چقدر جلو نره ولی به داستان درستیه و ریتم اتفاقا خوبی داره حتما فیلم آتا با یک پله و یک حرکت سریع رو به جلو برای نیکی کریم محسوب میشه در قیاس با فیلم هایی که قبلا ساخته مدی اصلا بی زمان یه سکانس خیلی قشنگ دیگه تو ماشین داره که دوربین مونده روی آتابای و سیما ما جوانها رو نمیبینیم نوع ارتباطی که اینا با هم دیگه میگیرن از جنس نگاه نوع ارتباطی که اونها دارن جوانترها دارن میگیرن از جنس پیام و مجازی برام جالب و ویژه است این تضاد و برام جالب و ویژه است موندن دوربین روی آتابای و سیما چون خود خالقین اثر هم نسل های اینهان و این این نوع ارتباط رو احتمالا بیشتر میپسندن و بیشتر میفهمنش ارتباط بر مبنای نگاه در مقابل ارتباط بر مبنای پیام های غیر مستقیم از این نوع زرافت ها از این نوع سکانس های زیبا فیلم زیاد داره دادن دو این بود بررسی فیلم آتابای و نظرم حسم حالم در موردش مجبورم کرده بود که این فیلم ویدیو رو بسازم به این خاطر که خیلی هیجان زدم کرد خیلی خوشحال بودم که دارم همچین فیلمی رو روی پرده سینما به من یک فیلم ایرانی میبینم میدونم که پنجا پنجان کسایی که تماشاش کردن از مردم بعضی دوست داشتن بعضی دوست نداشتن من جزو کسایی که خیلی دوستش داشتم دلایلم رو تلاش کردم براتون بگم امیدوارم اگر دیدینش دوستش دو داشته بوده باشید و اگر قرار ببینیدش ازش خوشتون بیاد ارادت دارم اما این مدت فکر میکردم چی جوی باید